سرخط مهمترین خبرها. شرکت مخابراتی سلام در پنجشیر فعال است. اعلامیه نزدیک به 100 کشور با صدور اسناد سفر برای افغانها. و در پایان، بایدن در مورد احتمال حمله مجدد به میدان هوایی کابل هشدار داده است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. بایدن در مورد احتمال حمله مجدد به میدان هوایی کابل هشدار داد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال حمله مجدد به میدان هوایی کابل هشدار داده است. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه ششم سنبله با نشر بیانیه اعلام کرد که فرماندهان نظامی آمریکا به او اطلاع دادند که احتمال حمله در 24 تا 36 ساعت به میدان هوایی کابل وجود دارد. در همین حال سفارت آمریکا در کابل از شهروندان این کشور خواسته است که به دروازه های میدان هوایی کابل نزدیک نشوند. گروه داعش روز پنجشنبه چهارم سنبله یک حمله انتحاری را در دروازه میدان هوایی کابل در میان انبوه از جمعیت اجرا کرد که در آن حدود 170 نفر کشته شدند. 13 سرباز آمریکایی نیز در میان کشته شدگان شامل بود. دو روز پس از این حمله آمریکا اعلام کرد که موضع داعش را در ولایت ننگرهار هدف قرار داده است که در آن دو عضو مهم گروه داعش کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نشستی را صبح روز شنبه با تیم امنیت ملی و فرماندهان خود برگزار کرد. بایدن گفته است که وضعیت در میدان هوایی خطرناک و تهدید حملات تروریستی بلند است. بایدن به فرماندهان خود دستور داده است که از هر اقدام ممکن برای اولویت بندی حفاظت از نیروهای آمریکایی استفاده کنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که با وجود تهدیدات حملات روند تخلیه از میدان هوایی کابل ادامه می‌یابد. آمریکا اعلام کرده است که تاکنون بیش از 100,000 نفر را از کابل خارج کرده است. برخی از متحدان آمریکا روند تخلیه را متوقف کردند. این در حال است که مهلت خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان و تخلیه کابل به پایان میرسد. نزدیک به 100 کشور به شمول آمریکا اعلامیه‌ای را در مورد تضمین سفر پس از این مهلت منتشر کردند. این اعلامیه مشترک یک شنبه شب هفتم سنبله از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا منتشر شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در توییت گفته است که طالبان را به تضمین سفر متعهد نگه خواهد داشت. این کشورها متعهد شدند که به افراد در معرض خطر و کسانی که با این کشورها کار کرده اند اسناد سفر صادر کنند. در اعلامیه آمده است که این کشورها به سفر آزادانه شهروندان خارجی، افغانهایی که با این کشورها کار کرده اند و افراد در معرض خطر متعهد است. نزدیک به 100 کشور در این اعلامیه مشترک تاکید کردند که از طالبان اطمینان گرفتند که به همه اتباع خارجی و هر شهروند افغان که دارای مجوز سفر از این کشورها باشند اجازه داده می شود تا بر روش ایمن و منظم به نقاط عزیمت و سفر به خارج از کشور ادامه دهند. همچنان گفته شده است که از طالبان تعهد و انتظار واضح وجود دارد که افراد مجبور به این کشورها سفر کنند. طالبان نیز گفتند به کسانی که مجوز سفر دارند اجازه می دهند که سفر کنند. این اعلامیه ابتدا از سوی آمریکا، آلبانیا، استرالیا، بلژیک، بلیز، بلغارستان، بورکینافاسو، کیپ ورد، کانادا، جمهوری آفریقای جنوبی، کولومبیا، کاستاریکا و ساحل آج منتشر شد. سپس کشورهای کرواسی، جمهوری دموکراتیک کانگو، دانمارک، جیبوتی، جمهوری دومینیکن، السوادور، استونیا، اسواتینی، ایالات فدرال میکرونزی، فیجی، فنلند، فرانسه، گابون، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گینه، گویان،
هایتی، هندوراس، آیسلند، آیرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، قزاقستان، کنیا، کریباتی، قرقیزستان، لیتوانیا، لبنان، لیبریا، لیبیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، مالدیف، مالت، جزایر مارشال، مولداوی، مونتنگرو، مراکش، ناورو، هلند، نیوزلند، نایجر، مقدونیه شمالی، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری قبرس، کره جنوبی، جمهوری کوزوو، رومانیا، رواندا، دبیرکل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، سنگال، صربستان، سرالئون، اسلوواکیا، اسلوونیا، سومالیا، اسپانیا، سان کیتس و نویس، سودان، سورینام، سویدن، سوئیس، باهاما، گامبیا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و چندین کشور دیگر با آن پیوسته است. روند تخلیه کابل در 24 اسد پس از تصرف پایتخت توسط طالبان آغاز شد و هزاران نفر به میدان هوایی کابل هجوم بردند. روز پنجشنبه انفجار نیز در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل در میان انبوه از جمعیت با وقوع پیوست که 170 تن کشته بر جای گذاشت. و در پایان گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: شرکت مخابراتی سلام در پنجشیر فعال است. گزارش شده که طالبان ارتباط مخابراتی پنجشیر با جهان را با دستکاری در سامانه شبکه ارتباط بین المللی مستقر در وزارت مخابرات قطع کردند. اما گزارشنامه افغانستان به اطلاع می رساند که سیستم خدماتی تلفنی و اینترنتی شرکت سلام همچنان در پنجشیر فعال است و رابطه سنگرگاه مقاومت ملی با جهان قطع نشده است. منبع ارتباطی گزارشنامه افغانستان میگوید که انزوای پنجشیر از شبکه بین المللی برای طالبان تقریبا ناممکن است، مگر اینکه تصمیم بگیرند که کل سامانه ماهواره‌ای را خاموش بسازند. چون این اقدام احتمالی از صلاحیت و توان گروه طالبان بالاست. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.